درود، اطلاعات تازه ای ما نداریم. آخرین باری که باشون صحبت کردیم، مادرم باشون صحبت کردش، با تلفن تصویری دیدنشون 28 جولای بودش که تو هتل بودن در دبی و در راه سفریشون برای سفر کاری به هندوستان بودن و صحیح و سالم بودن. بعد از اون دیگه جواب ندادن، نه به تلفن ها، نه به تکس مسیج ها. البته بهمون گفته بودن که گوگل ترکرشون رو در اختیارمون میذارن و ما میتونستیم ببینیم که پدر من کجا هستن و دنبالشون بکنیم. و بعد از 2 روز که دیدیم که هیچ جوابی بهمون ندادن و سر از عمان در آورده بودن، روی ترکرش میتونستیم ببینیم، یه مسیج فقط بهمون دادن که من خالم خوبه و تماس میگیرم، که این آخرین تکست مسیجی بود. و اون 31 جولای بودش و روز بعدش تو اخبار فهمیدیم که ایران اعلام کرده که پدر ما رو دست اوناست و ویدیو رو دیدیم که همتون شما هم حتما دیدیم. بله، 31 جولای آخرین تماستون بوده، یعنی 4 روز پیش. اصلا گفته بودن که ممکنه به عمان سفر کنن، چون گویا آخرین باری که از ایشون خبری دارید در عمان بوده دیگه، درسته؟ نه، ما از عمان ازشون خبری نداریم. خبر تکس مسیج داریم که نمیدونیم اون تکس مسیج از طرف پدرم بوده یا کسایی که اومدن دزدیدنش این تکس مسیج دادن. من از اولش که اول سال رفته بودش از کشور بیرون برای سفر کاریش بودن، که رفته بودن در هند و اونجا چون تو IT کار میکنن، سافت‌ویر کار میکنن، میرن آلمان، میرن هند، میرن جایی که IT هستش، رفته بودن هند. ولی متاسفانه به خاطر این جریان کرونا تمام کشور رو بسته بودن، یعنی حتی از هتلشون نمیتونستن بیان بیرون، نمیتونستن برن خرید بکنن، نمیتونستن برن دکتر یا قرص بگیرن. و 3 ماه اونجا بودن که هر چند وقت یه بار، بکنم 5 دفعه تو تمام این مدت، هند گفتش که دراش باز میکنه، میذاره مردم برن، بعد دوباره میگفت نه، بازم اکستند میکنن. خلاصه خیلی وقت اونجا گذاشت. و از اونجا که وقتی اولین پروازا رو اجازه دادن که از هند بیان بیرون، پدر من خواستش کنسل بکنه این تریپش و برگرده آمریکا. متاسفانه آمریکا اون موقع یه travel ban گذاشته بود و نمیذاشتش آدمایی که، بجز آدمایی که green card داشتن و آدمایی که سیتیزن آمریکا بودن، کسی رو راه نمیدادن. یعنی همه اونا که ویزا داشتن نمیتونستن اون موقع برن توی کشور. و پدر ما تو آلمان گیر کرده بود. آلمان هم که سفارتش و اینا خیلی سخت بودش، آدم اون موقع بره و بخواد ویزا عوض کنه یا کاری بکنه و اینا، ترمینای خیلی دیری بهمون میدادن برای 2 ماه بعد، 4 ماه بعد و اینا. گفتش بهترین راهش اینه که الان وقت تلف نکنم، برگردم به هندوستان، اونجا ببینم میتونم کارهای IT رو راه بندازم یا نه، شاید یکم آزادتر شده باشه، شاید کمپانی ها باز شده باشن. و همین این فکر رو کردن و اولین پروازی که تونستن بگیرن از طریق دبی بودش که برسن هند، که آخرین بار تو دبی باشون صحبت کردیم و هیچ حرفی از عمان یا جای دیگه نزدن و فقط هدفشون این بودش که برن هندوستان و دیگه ازش خبری نداریم. پس با این حساب خانم شارمحت، شما ماه هاست که پدرتون رو از نزدیک ندیدید، درسته؟ بله درسته، یعنی از طریق خودمون که ندیدیمش، ولی سکایپ می آمدن، بالاخره تصویری ما باشون صحبت می کردیم، بالاخره بیرون از کشور بودن می دیدیمشون که چی کار دارن می کنن، چی دارن می خورن، چی خانوادگی دیگه می دونستیم که چی کار می کنن. تا اون روزی که توی دبی دیگه ندیدیمش. 11 سال پیش گویا به جان پدر شما در آمریکا سوء قصدی شده بود. خب ایشون علیه حکومت در ایران فعالیت داشتن، هیچ نوع حفاظت امنیتی داشتند؟ احتیاط میکردند که مثلا جاهایی نرند که ممکنه براشون درد سرساز بشه؟ بله، اون موقع که ایران کسی رو فرستاده بود به آمریکا که پدر منو ترور بکنه، اصلا پلیس آمریکا و دولت آمریکا گفته بود پاتونو فعلا از آمریکا نذارین بیرون، چون که ما اونجا نمیتونیم کاری براتون بکنیم. و پدر من با ویزای بیزنسی اومده بود اینجا و مجبور بودش هر 1 سال یا 2 سال یادم نیستش یه بار بره آلمان، برگرده اونجا کانترکتاشو درست کنه که ویزاش از دست نده. و
ویزاشو به خاطر این کار اول از دست داد و تو این 11 سال سعی کردن ویزای جدید براشون بگیرن که ویزای یو ویزا بهشون دادن و بعد از این همه سال که همه چی گذشت، این اول سال بودش که بهشون گفتن که میتونیم برای کوتاه مدت برین و بیان و مشکل کاری هم داشتن و گفتن خب بهتره من برم یه بیزنس تریپ و بیان، ولی نه به کشورهایی که مشکل ساز بودن. یعنی همون موقع که پاشون رو گذاشتن تو دبی، مادرم من یک کمی شک کردش و ترسیدش و پدرم گفتش نه ترس، اینجا هیچ نیست، فقط کوتاه مدت هستش و من بهتون چکرم رو میدم. خیلی کوتاه، وقتمون کمه. پدر شما تابعیت آلمان رو داشتن؟ بله. و شما تابعیت آمریکا رو دارید؟ نه، ما همه تابعیت آلمان، همه تابعیت آمریکا رو، آلمان رو دارید. آلمان رو. آیا شکایتی کردید، به جایی مراجعه کردید که پیگیر وضعیت پدرتون بشن؟ ما به هر جایی که میتونیم شکایتمون رو کردیم و چون پدر من ساکن آلمان هستن، ما تقاضا داریم از دولت آلمان، از خانم مرکل، از آقای هاست که فوراً فشار بیارن به جمهوری اسلامی که پدر منو بتونن آزاد کنن، چون نه تنها به خاطر اینکه گرفتنش اونجا، پدر من مریض حالن، الان 10 ساله هستش که پارکینسون دارن، مریض قندی دارن، مریض قلبی دارن و من نمیدونم اصلا که کجا هستن یا زنده هستن، ولی میدونم حتی اگه شکنجهش هم ندن، اگه قرصاش در وقت بهشون نرسه، من نمیدونم شما پارکینسون هم میدونین که چجوری یا نه، پاهاشون رو نمیتونن تکون بدن، نمیتونن بلند شن، نمیتونن حرف بزنن و حتی نمیتونن نفس بکشن و من نمیدونم که به پدر من حتی آب و غذا میدن، ولی چه برسه به اینکه قرصاشو بدن. برامون سخت بودش که وقتی تو هندوستان گیر کرده بود چجوری ما دکتر ببرنشون یا قرص براشون بتونیم بگیریم و الان نمیدونیم اصلا کجای دنیا نگرشون داشتن، میگن تو ایران، میگن تو زندان، کسی نیستش که اصلا بدونه که کجا هستش. و برای اول هم از دولت آلمان درخواست داریم که سریع فوراً با فشار بذارن روی این قضیه و از همه نیروهای بین المللی. خانم شارمر، از فعالیت‌های سیاسی پدرتون چقدر اطلاع داشتید؟ خصوصاً این که خب در ایران بعضی از رسانه‌ها ایشون رو متهم می‌کنن که در بعضی از فعالیت‌های خشونت آمیز دست داشته یا دست کم اون رو تبلیغ یا حمایت کرده. بله، از وقتی که پدرم ترور شدن تو آمریکا، یعنی یکی رو فرستاد اینجا که ترورش بکنن، پدر ما سعی کردش که به ما چیزی زیاد نگن، ما رو از ما حمایت بکنن و نذارن ما در خطر بیافتیم، ولی پنهان که نمی کرده کارشون. و کار پدر من این بودش که بیرون از کشور، توی یک کشوری که آزادی بیان داریم و آزادی ژورنالیستی داریم، بیاد حرفای مردم رو پخش کنه و حرفای مردم و فعالیتاری که دارن در کشورشون میکنن و اونجا دارن آزارشون میدن، پدر ما بهشون یک پورت داده، یک جایی رو داده که اینا بتونن این حرفشون رو بزنن، بگن چی کار بکنن، چی کار کردن، چی کار نکردن، چه خوب و بد. حالا من اونا رو نمیخوام راجبش اصلا حرف بزنم، ولی پدر من یک ژورنالیسته، مثل شما که دارین الان خبر پخش میکنیم، کارش اینه که حرف مردم رو پخش بکنه و شاید نظرم دربارش داشته باشه. پدر من کسی هستش که حتی مورچه ها یا عنکبوت تو اتاقمون رو وقتی ما بچه بودیم میگفتیم بابا اینو بکش، بس میترسیدیم، میگفت اینا دوستای منن، چرا بکشنشون، اینو شما اومدی اینجا خونه ساختین تو جای عنکبوت. یعنی پدر من به کسی دست نزده، به کسی کاری نداشته باشه و اینا میگن که رئیس تندره یا نمیدونم چیه تندره. انجمنای اینجوری اصلا رئیس ندارن، چیزی مثل جمهوری اسلامی نیستش که یک ملا اون بالا نشسته باشه دستور بده، فرمان بده، مردم عمل بکنن. این یک عقیده است، این یه چیزی که مردم ایران دارن میکنن و چه بدر من باشه، چه بدر من نباشه، چه کسی دیگه باشه نباشه، خبرنگارا بگن یا نگن، مردم اینو دارن انجام میدن و پدر من مسئول کار مردم نیستش، مسئول کار خودش و کار خودش این هستش که راجع به دولت حرف زده و توی کشوری حرف زده که اجازه حرف داره. خیلی نرفته. متشکرم، وقتمون تموم شد. سپاسگزارم از غزل شارمهد، دختر جمشید شارمهد از کالیفرنیا با ما.